اولا جهان لازم هست و باید این جنایت بی سابقه رو قویاً محکوم بکنه و نشون بده که با این جنایت در نگاه و در عمل فاصله بسیار معنادار و عمیقی داره. ثانیاً باید از تنبیه متجاوز به طور جدی و قاطع حمایت بکنه و ثالثاً از هر روی کردی که معنا و مفهوم تشویق متجاوز رو میده به شدت پرهیز بکنه. ما تأکید میکنیم که به عنوان جمهوری اسلام ایران حق خودمون رو برای دفاع از امنیت ملی، برای دفاع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی خود، یک در واقع حق قاطع و بلا منازع و بلا تشکیک میدانیم. کسی حق ندارد در حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در تنبیه متجاوز و ایجاد بازدارندگی علیه رژیمی غاصب، متجاوز و ماجراجو تردید بکنه. کشورهای مختلفی در واقع اقدام به تماس با مقامات ایران، از جمله با سرپرست محترم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام دادن. در شرایط پیچیده و آشفته منطقه‌ای طبیعتاً تشدید تحرکات و اقدامات دیپلماتیک امری طبیعی است. ما در تمامی این گفتگوهای دیپلماتیک مواضع اصولی و در واقع مبتنی بر اصول و قوانین و مقررات بین المللی خودمون رو بیان کردیم. طبیعی است جمهوری اسلام ایران به دنبال تشدید تنش در منطقه نیست. سفر وزیر خارجه اردن به تهران هم در چهارچوب استمرار مشورت‌های جمهوری اسلام ایران با کشورهای مختلف، کشورهای دوست و همسایه انجام شده. ما در طول 10 ماه گذشته شاهد گفتگوهای متعدد تلفنی و همچنین دیدارهای حضوری میان وزیر خارجه شهید جمهوری اسلام ایران دکتر امیر عبداللهیان با همتای اردنی بودیم، کما اینکه پیش از این هم شاهد گفتگوهای در واقع در سطح سران میان در واقع دو کشور و همچنین گفتگوهای وزیر امور خارجه با در واقع پادشاه اردن پیش از این در واقع در دو مکان مختلف از جمله در اردن بودیم. فلذا این گفتگوها در چهارچوب تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک دو کشور و همچنین گفتگوهای دیپلماتیک جمهوری اسلام ایران با کشورهای دوست و منطقه برای تبادل نظر در خصوص آخرین وضعیت تحولات روابط دو جانبه و نیز مشورت در خصوص وضعیت پیچیده و عرض به خدمت شما که وضعیت بغرنج انسانی در سرزمین‌های فلسطینی صورت گرفته. طبیعتاً در این گونه دیدارها در سطوح عالی دیدگاه‌ها و مواضع طرفین تبادل میشه و منظور در واقع کمک به تثبیت ثبات و امنیت در منطقه. این گفتگوها و مشورتها ادامه پیدا خواهد کرد. همه شواهد و قرائن کاملا نشون میده که رژیم غاصب صهیونیستی پشت این اقدام زبونانه و رذیلانه قرار دارد و هیچ در واقع طرفی غیر از رژیم غاصب صهیونیستی از ترور یک رهبر برجسته فلسطینی نفع نمیبرد. اظهارات مقامات مختلف رژیم غاصب صهیونیستی هم دال بر این هست که این رژیم در این ترور رذیلانه و زبونانه نقش دارد. دستگاه دیپلماسی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد برگزاری جلسه فوری و اضطراری شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی رو مطرح و در گفتگوها و تماس‌های تلفنی با مقامات زیرفت از جمله دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و وزرای خارجه کشورهای اسلامی مورد پیگیری و اهتمام قرار داده. خوشبختانه این درخواست مورد موافقت کشورهای مختلف اسلامی قرار گرفته، با توافق و برنامه‌ریزی انجام شده. این نشست انشاءالله در روز چهارشنبه
در جده در مقر دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی به منظور بررسی اقدام جنایتکارانه رژیم قاسب صهیونیستی در ترور شهید شیخ اسماعیل هنیعه برگزار خواهد شد. وظیفه دستگاه دیپلماسی پیگیری سیاست‌های اصولی در واقع نظام در حوزه خارج از کشور است. طبیعتاً ما در چارچوب تصمیم عالی نظام تحرکات سیاسی و حقوقی و بین المللی خودمون رو در این زمینه با جدیت در حال انجام هستیم. با مصر گفتگوها در چهارچوب نقشه راهی که دو طرف در نشست رؤسا تعیین کرده بودند و مسئولیت اون رو به وزرای خارجه دو کشور سپرده بودند، این گفتگوها و تماسها ادامه دارد. ما در دوران حیات با برکت شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان پیشرفت‌های خوبی رو در چهارچوب نقشه راه تعریف شده میان رؤسا در گفتگوهای دیپلماتیک میان دو کشور برای زدودن موانع ارتقاء روابط سیاسی دو کشور شاهد بودیم. خب متاسفانه با شهادت رئیس جمهور فقید و شهید و وزیر خارجه شهید و همچنین تغییر دولت در مصر، خب وقفه ای رو در این بازه زمانی شاهد بودیم و از این طرف هم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور و فرایند در واقع تشکیل دولت جدید. فلذا ما در ارتباط با مصر در یک روند دیپلماتیک خوبی قرار داریم و الحمدلله در همین شرایط هم فعالیت ها و تحرکات دیپلماتیک سطح عالی میان طرفین برقرار هست. امیدوار هستیم که در گام‌های آتی و در شرایط بعدی ما شاهد به ثمر رسیدن تلاش‌های دیپلماتیک دو کشور در چهارچوب منافع عالیه دو ملت بزرگ ایران و مصر باشیم. در ارتباط با بحرین هم خب ما توافق کردیم که سازوکار مشترکی رو برای شکل‌گیری گفتگوهای مشترک میان هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور به منظور زمینه‌سازی از سرگیری روابط رسمی دو کشور ایجاد بکنیم. این توافق شکل گرفته. امیدوار هستیم که انشالله در بازه زمانی آتی مناسب ما شاهد فعالسازی این مکانیزم گفتگو و بازگشت روابط دو کشور در چارچوب رسمی و طبیعی در واقع میان دو کشور همسایه باشیم.